شیش هفته برنامه داریم اینجا در سه نمایش مختلف. قرارمون بر این بوده که یه ذره سالن ما بزرگتر باشه، یه ذره کارهای بزرگتر انجام بدیم. متاسفانه از اونجایی که کارها اغلب دقیقه 90 یه ذره جابجا میشه، اون فضا نرسید و ما مجبور شدیم که توی همین فضای کوچیک‌تر نمایش بدیم. این در واقع دو تا نمایش، نمایشی که در این اتاق شما ایستادید، در واقع نمایش گروه هسته اصلی فستیوالی که 2007 این فستیوال رو تشکیل دادن. اون اتاق دوم که پشتی هستش، در واقع اون تمام کارهای 4 تا مستر بزرگ قرار بوده باشه که الان متاسفانه به علت نرسیدن یه سری از اون دوستان کاراشون، اونم به خاطر شرایط سیاسی، ما دو تا آرتیست، سه تا آرتیست بزرگ داریم. دست راسته که اگر تشریف ببرید داخل، پوسترها کار آقای قباد شیباست و تمام این کارهای واقعی و کارهای اصله. برای همینه که یه ذره کارها ضبط شده است، برای اینکه مال 1969 یا 1974 خیلی کارهای عقب قدیمی است. کنارش دو تا مجسمه از آقای محسن وزیری هستش که پدر هنر مدرن ایران هست، و سمت راست حمید جبلی عزیز که فکر میکنم 70% دوستان بشناسنشون، بازیگر خیلی خوب دوست داشتنی و کارگردان خوب که برای اولین بار در زندگیشون کاراشون رو با ما در واقع شیر کردن و اولین بار در زندگیشون که نمایش عکس دادن. در این اتاق که میان پشت سر روبروی من، پشت سر دوستان، کارهای محمود مراجی مثل همیشه بزرگ و گردن کلوف، بغلش مهراد مراجیه که خیلی در این 4 سالی که ما نبودیم سبکش رو عوض کرده، از پورتره‌های خیلی بزرگ اومده به یه فضای جدید. اینا کارهای علی کامرانه که گرافیست خیلی معروفیه و فکر کنم همه بشناسنش. اون گوشه هم یه چند تا دونه عکس اونا رو من اشتباهی گرفتم، عذر می‌خوام. ما به غیر از این بخش دو یه بخش شعر و ادبیات داریم که روز یک شنبه شب یه گروهی از دوستان خیلی خوب ما که همه شعرهای خیلی خوب و نوشته‌های خیلی خوب دارن در اینجا، آرتیست‌های خیلی خوبی هستن، میان اینجا و توی همین گالری اینا رو با هم شعر می‌کنیم، حرف می‌زنیم، شعر می‌خونن. سیاوش شعبان‌پور اینجاست که اون شب حتماً برای ما شعر خواهد خوند. شب 28 اکتبر ما یه شب دوم داریم که آقای مصطفی عزیزی اینجا هستن، ساسان قهرمان هستن و باقی دوستان اضافه خواهند شد و اونا یه شب شعر دیگه ما خواهیم داشت به ادبیات. در کنار اینا ما یه بخش سینما داریم که سینمامون در سینمای کارتون برگزار میشه، به تنها سینمای هنری تورنتو هستش. سه تا پنجشنبه، هر پنجشنبه سه تا سانس، بهترین کارهای بچه‌های جوان زیر 22 سال ایران که بهترین کارگردان‌ها اونا رو انتخاب کردن در 4 دوره تصویر، به علاوه یک مجموعه کناری که دوستانی که مستقیم کارهای فستیوال فرستادن و اونا کارشون اغلب در نمایشگاه‌های در فستیوال‌های بزرگ مثل کن، مثل ونیز نمایش داده شده، اونا هم هست. فیلم بلند نداریم، همه فیلم‌ها یا کوتاه یا فیلم نیمه بلند، برای همین تو یسانس شما امکان داره 20 تا فیلم جذاب ببینید، امکان داره 12 تا فیلم جذاب ببینید. و این اتفاق دیگه‌ای که میفته، اتفاق خیلی خوب، اتفاق نادری، اولین باری که تصویر سال قرار بوده کاراشو به سینما واریته پاریس بده، محبت کرده، اولین باری که کارشو به ما داده و ما داریم اینو برای اولین بار پریمیرش در واقع ما نمایش میدیم. به غیر از اینا 6 تا ورکشاپ داریم توی 6 تا بخش مختلف. سیاوش شعبانپور اینجاست، کریتیو رایتینگ، راجع به نوشتن کار خواهد کرد. مصطفی عزیزی در رابطه با فیلمنامه کار خواهد کرد. علی کامران راجع به گرافیک صحبت خواهد کرد، همه ورکشاپ‌ها 3 روزه. محمود مراجی طراحی خواهد کرد، من راجع به عکاسی صحبت می‌کنم و اگه کسی از قلم انداختن دوستان به من بگن که لبون حفان هم که چون حاج آقا خیلی سایزشون اینجا جانم شد بذاره دیر میرسن مثلا در خلاچه، حاج آقا لبون ایشون تئاتر رو برگزار کنه، البته ایشون فیلمشون در جشنواره سن سباستیان نمایش داده میشه، باید برن اسپانیا 10 روز دیگه برمیگردن و وقت کار تئاتر برگزار میشه. تمام این نمایش، تمام ورکشاپ ها مجانی هست. ما فقط تنها بخش تیکتینگ این فستیوال بخش سینماش هست، اونم به خاطر هزینه‌ای که ما باید برای خود غیر از اینا یه نمایش داریم. 6 تا خانم ایرانی آثارشون میاد اینجا که همه‌شون بعد از انقلاب کار کردن، اگرم قبل از انقلاب متولد شدن ولی کارشون رو بعد انقلاب کردن و خیلی کارهای جذابیه در بخش مجسمه، در بخش نقاشی، در بخش عکاسی و پوستر. کاراشون همه خیلی معروف بینال‌های مختلف رفته و خیلی خوشحالیم که اینا 6 تا رو تونستیم کنار هم جمع کنیم. هدفمون این بوده که اکسپوژر بدیم به اونایی که کمتر دیده شدن. 5 نفر از اینا هرگز در بیرون از ایران به غیر از بینال‌های رسمی که شرکت کردن نمایش خصوصی نداشتن،
و کارهای خوبیه. نمایش آخر 1500 اثر اومده به فستیوال برای داوری و 8 تا داور ساعت‌ها وقت گذاشتن 50 اثر رو انتخاب کردن که اون خودش نمایش عجیبه. اون نشون داد که به ما چقدر صدای ما خوب بوده و چقدر مردم به ما اعتماد کردن. برای که 1500 اثر فرستادن برای یه نمایش خیلی کوچیک، خیلی کوچیکه. همونطور که گفتم ما چون برنامه نداریم، ما از آقای مرادی خواهش می‌کنیم که در برنامه اختتامیه حتما شرکت کنن. در اونجا حتما یه پنل خوبی خواهیم داشت که از ایشون هم استفاده خواهیم کرد، نقطه نظراتشون. ولی با این حال شما اگر واقعا جای سعادت نیست، خیلی ممنونم، متشکرم از دعوتتون. از خانم آهنگ‌ها خیلی بسیار قدردانی می‌کنم، همینطور از نشریه شهروند که اشاره کردی که چقدر در امور هنری و کارهای فرهنگی جامعه ایرانی شهروند همیشه بسیار اسپانسر کرده این ایونت‌ها رو. ما هم می‌بینیم هر هفته که شهروند نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چقدر برنامه‌های فرهنگی رو شهروند پروموت می‌کنه، برنامه‌های اجتماعی رو. واقعا جای تقدیر و تشکر هست. جامعه ایرانی ما با کارهایی که شماها میکنید واقعا جامعه رو به هم دیگه نزدیک میکنید. خیلی خیلی مهمه برای ما، به خصوص ما ایرانی‌ها در غربت زندگی میکنیم. گرچه کانادا کشور عزیز ما، کانادا کشوری است که کمتر کسی احساس غربت اونجا میکنه، ولی به هر حال دوری از وطن رو همه حس میکنیم و همینقدر که دور هم جمع میشیم واقعا سعادت بزرگی است برای هممون. هنر خیلی مهمه. زندگی بدون هنر ببینید چقدر دال میشه، نیست آقای پوریا؟ به بقیه دوستان که اینجا هستن، آقای مهراجی به بقیه، واقعا ما همه ما در ارتباط با اونتاریو و دولت اونتاریو، هنر اصولا هنر و فستیوال ها و فرهنگ کاتشو به معنای کل کلمه اهمیت بسیاری داره در زندگی، نه تنها زندگی معنوی ما بلکه در زندگی اقتصادی ما خیلی مهمه. کالچر به طور کلیش سالی حدود 20 میلیارد دلار به اقتصاد اونتاریو کمک میکنه. شاید کمتر کسی این رقم ها رو شنیده باشه و بدونه. رقم بسیار درشتیه. برای اینکه من بتونم در کانتکستی بذارم، میدونی که صنعت اتومبیل‌سازی در اونتاریو یکی از بزرگترین صنایع ما است. صنعت اتومبیل‌سازی سال حدود 28 میلیارد دلار به اقتصاد اونتاریو کمک میکنه. بنابراین 20 میلیارد دلار در مقابل 28 میلیارد دلار صنعت به اتومبیل سازی رقم بسیار درشتی هست. بنابراین کاری که شما هم میکنیم، علاوه بر این که غذای روح برای انسانها آماده میکنیم، بلکه از نظر مادی هم کمک بسیار بزرگی هست به اقتصاد اونتاریو. در ارتباط با نکته که پویان جان گفتن، کمک های مالی دولت، من فکر میکنم مؤسسات فرهنگی ایرانی به علت اینکه خب ماها اینجا جدید هستیم، جامعهمون قدیمی نیست، هنوز بعضی مؤسسات ما هنوز جا نیفتاده، شاید اطلاعاتمون تکمیل نیست، ولی مؤسساتی هست در دولت اونتاریو و همینطور دولت فدرال کانادا که کارشون فقط همین است که بیان کمک مالی بکنن به حرکت هایی که شما ها انجام میدید. فقط باید راهش رو باید پیدا کرد و اون اپلیکیشن رو به موقع داد و به هر حال اقدام کرد و درخواست کرد. بنابراین اینجور امکانات هست در بودجه دولت هست، باید ازش استفاده کرد. به هر حال من مجددا ممنون هستم، متشکرم از دعوتتون. برنامه بسیار زیبایی است، دوستان زیادی رو من دیدم اینجا، دوستان جدیدی پیدا کردیم. امیدوارم که همبستگی جامعه ایرانی روز به روز محکم‌تر بشه. این چیزی که همه ما نیاز داریم و شما هنرمندان واقعا وسیله هستی که بتونید همه افراد جامعه ایرانی رو دور هم جمع کنید و این همبستگی هر چی بیشتر قوی‌تر و مستحکم‌تر بشه. یک دنیا ممنون.